ورود این مواد ربلی سیگنال هایی که داخل سیستم وجود دارن نتیجتا روی خروجی تأثیر بگذارن. اینجا ما در مورد نمایش سیستم های خطی صحبت میکنیم چون که حداقل به خاطر سادگی بیشتر تحلیلشون ما روش های بیشتری داریم برای توصیف و نمایش این سیستم ها. همونجوری که گفتم معادلات دیفرانسیل و معادلات تفاضلی یکی از متداول‌ترین روش‌ها هستن برای اینکه ما سیستم‌های خطی رو توصیف بکنیم و نمایشش بدیم، که البته همونجوری که اینجا می‌بینید ضرایب این معادل دیفرانسیل یا معادلات دیفرنس وابستگی زمانی دارن. یعنی ما معادل دیفرانسیلی که داریم در اینجا می‌بینیم که به مشتقات تا مرتبه n خروجی و به مشتقات تا مرتبه m ورودی بستگی داره، ضرایبش متغیر با زمانن. یک سیستم در واقع متغیر با زمان رو نشون میده. حالا اگر این ضرایب تغییرات زمانی نداشته باشن ما یک سیستم خطی غیر متغیر با زمان یا ثابت با زمان رو خواهیم داشت که در خیلی کاربردها با فرض خوبی سیستم های ما این خاصیت رو دارن. معادله که در پایین میبینید معادله دیفرنس، باز هم ما اینجا پارامتر زمانیمون پارامتر کی هست و تا این مرحله تأخیر در خروجی و تا این مرحله تأخیر در ورودی رو داریم. اگر که ما فرض کنیم که شرایط اولیه‌مون چه برای معادلات دیفرانسیل و چه برای معادلات دیفرنس صفر باشه، با گرفتن تبدیلاتی مثل تبدیل لاپلاس از معادل دیفرانسیل یا تبدیل زد از معادل دیفرنس، ما میتونیم به یک نمایش دیگری از سیستم برسیم به اسم نمایش تابع تبدیل، که در واقع داره رابطه تبدیل لاپلاس خروجی و لاپلاس ورودی در حالت زمان پیوسته و رابطه تبدیل زد خروجی به ورودی در حالت زمان گذشته رو توصیف میکنه. البته ما اینجا فرضمون اینه که سیستم غیر متغیر با زمانه، یعنی همینجوری که اینجا در این معادلات میبینید ضرایب بی صفر تا بی ام و ای صفر تا ای ان تغییر زمانی ندارن. در غیر این صورت خب با اینکه تبدیل لاپلاس تعریف میشه این رابطه ساده بین ورودی و خروجی وجود نخواهد داشت. ریشه های صورت و مخرج در یک تابع تبدیل که ما ریشه های صورت رو صفر میگیم در نظریه سیستم ها بهش و ریشه های مخرج رو قطب میگیم، در پاسخ سیستم و اینکه چه رفتاری سیستم نشون بده در رابطه سیستم با ورودی که توسط صفرها نشون داده میشه و در رابطه پاسخ طبیعی خود سیستم که با قطبا نشون داده میشه، این صفرها و قطبا اثر دارن و نقش بازی میکنن. حالا اگر ما یک فرم فاکتور شده از تابع تبدیل رو به دست بیاریم به صورتی که صفرها مشخص شده باشن و ما فاکتورها رو در هم ضرب بکنیم، نهایتا یک بهره هم باقی خواهد موند که به ما نمایش صفر و قطب و بهره رو میده، که در این شکل نگاه بکنیم K ضریب توابع تبدیلی که ما داریم اون بهره ثابت هست و Z1 تا ZM صفرهای سیستم هستن و P1 تا PN قطبهای سیستم هستن. مطلب به ما وسیمی لینک امکان رو به ما میده که هم از نمایش تابع تبدیل استفاده کنیم و هم از نمایش صفر و قطب و بهره. مثالی از یک سیستم خطی بسیار ساده، خطی غیر متغیر با زمان، یک مدار RC هست همینجور که توی شکل مشاهده میکنید. اگر معادلات کرشوف رو براش بنویسیم خواهیم دید که معادله دیفرانسیلی که برای این سیستم حاکم هست به این صورت خواهد بود، با فرض اینکه ما در نظر بگیریم که بار اولیه روی خازن ذخیره نشده و اگر که از تبدیل لاپلاس استفاده بکنیم به این فرم تابع تبدیل به دست میاد که یک تابع تبدیل مرتبه 1 هست. خواهیم دید که سیستم در منهای 1 به RC یک قطب خواهد داشت که این در واقع سرعت پاسخ سیستم رو به ما نشون خواهد داد. نمایش دیگری که برای نمایش سیستم ها هست و خب این مزیت رو داره که به ما اجازه میده که سیستم های غیر خطی رو هم توصیف بکنیم، نمایش فضای حالت هست. برای سیستم‌های غیر خطی به این صورتی که مشاهده می‌کنید هست، در حالت کلی در حالتی که سیستم متغیر با زمان باشه وابستگی به پارامتر زمان T یا پارامتر N خواهیم داشت
و در هر مرحله خروجی با توجه به متغیرهای حالت مشخص میشه. تعریف اگر از متغیرهای حالت بخوایم ارائه بدیم، متغیرهایی هستن که با دونستن اونها در هر زمان و با دونستن ورودی ها ما بتونیم حالت رو در زمانهای بعدی و خروجی رو در اون زمانها به دست بیاریم. یکی از جذابیت هایی که برای ما داره این فرم این است که به صورت یک معادله دیفرانسیل در حالت کلی ماتریسی مرتبه اول به دست میاد، در حالتی که سیستم ما خطی باشه. هم تحلیل رو برای ما آسون میکنه، حالا اگر بخوایم از روش های جبر خطی استفاده بکنیم، همین که این امکان رو به ما میده که سیستم های حالت کلی رو بتونیم با یک ترفند ساده در سیمیولینگ شبیه سازی بکنیم. ما در همین کارگاه آموزشی سیستم Yeah.